بوی گل زمزم باد بهار آزادی، عشق من آینه قامت یار آزادی، کوکو فاخته ها هم همه مایی ها، کوکو فاخته ها هم همه مایی ها، چهچه باغ سرود لب خار آزادی، چهچه باغ سرود لب خار آزادی. دخترم دختر آرام من، دختر ملک دل ایرانم من، بشکن بال و پرم را بشکن، تاج سرم را بشکن، از تو بازار چوهو بدمن، از تو بازار چوهو بدمن، ایش دارم چو من آلای بلدن، زده هم نمه چو بل بل بچمن، زینب و ناز و مهری بسخن، زینب و ناز و مهری بسخن. سرزمین من خسته خسته از جفای، سرزمین من به
به سرود و به صدای سرزمین ما. راتب راتب خائنان ملی، شما وطنتان که مادرتان است به دست مزدورای بیگانه فروختین. واقعا اگر وجدان می داشتین از شرم او می شدین، اما اگر وجدان می داشتین شما خوی کار نمی کردین. وجدان ندارین. ایوان که ایوان است شاید کم رحم داشته باشه، اما شما اینقدر ظالم، اینقدر خدا ناترس، اینقدر بی‌عاطفه هستین که به قیمت جان مردم، به قیمت خون مردم شما جیبای کثیفتان پر کردین. واقعا منتظر معجزه خداوند هستیم. اگر خداوند یک معجزه کنه و از شر ظالما، از شر شما ظالما، مردم ما را، وطن ما را، ملت ما را خداوند آزاد بسازد. اما بیاد داشته باشین مردم ما دوباره وطن ما را آزاد، آباد و شاد می سازد. بیاد داشته باشین. رهبرا ما برتان میخواییم بگویم، آیا تمام از این رهبرا امتحان خود ندارند؟ آیا تمام از این رهبرا همگی ما را رها نکردند، پول گرفتند و پیسه خود فروختند، همگیشان رفتند ما را ایلا کردند؟ آیا انوز هم عقل ما اجازه را میده که به نام رهبر، به نام زبان، به نام قوم ما از همدیگر دور شویم؟ تا چی وقتا مثل احمقا توسط از اینا استفاده شده بریم؟ تا چی وقتا مثل بیعقل مردم از اینا استفاده شده بریم؟ می بینم که انوز هم اینمی رهبرایی که می خواین خود از زنده نگاه بکنن، می خواین که از ما استفاده بکنن، می خواین که یعنی از اونمو حس قومی و زبانی را که در ما پیشکاری کرده انوز هم می خواین استفاده بکنن. ما فقط میخوایم که از این صحبت ها، گرچه که میفهم بعضی اشخاص اگر نظریات منفی و کوچک میتن بر ما ارزش نداره، ما امروز از اون چیز عادتی شدیم، لیکن من حیث یک انسان ما میخوایم یک مسئله را بگویم که دیگه امی رهبرای خودخواره، امی اشخاصی که بر سالهای سال از ما استفاده کردن، امی اشخاصی که بر سالهای سال از طریق ما پولدار شدن، همی اشخاصی که از سالهای سال بهترین قصرها را بر خود آباد کردن، همی اشخاصی که بر سالهای سال پادشاهی کردن و راحت ترین زندگی داشتن، اولادایشان در ممالک خارج و بسیار راحتی زندگی میکرد، باز هم نمانیم که اونا از ما استفاده بکنن. مسئله داخل افغانستان، مسئله که فعلا که شد، این گیمی که جریان داره، هر کسی که میگه که میفهمم اشتباه میکنه، یکی ما نمیفهمیم. گیمی که جریان داره یکی ما همی لحظه نمیفهمیم که چی هست. ما فقط باید منتظر باشیم که ببینیم که نتایج بعدی چی میشه، منتظر باشیم ببینیم که پلانای بعدی از این شیاطین، از این اشخاصی که فقط برای پول، برای خودخواهی خود کار میکنن، اصلا در وجودشان یک قطره انسانیت نیست. اگه انسانیت میبود اینا انتحاری نمیکردن، اگه انسانیت میبود اینا هر لحظه هم وطنهای ما را از بین نمیبردن، انسانا را از بین نمیبردن. سو یک مسئله را بازم من میخوام یادآوری بکنم که دیگه بازی از این رهبرا را نخوریم. اگر میخواهیم که افغانستان پیشرفت بکنه، اگر میخواهیم که افغانستان استاده شود، ما با فراموش کردن از این که زبان ما چی است، از این که ملیت ما چی است، باید نزدیک هم دیگر باشیم. و این حقیقت جامعه ما است. امیال این کسایی که اینجا میبینه در بین شما دوستایی هست که شاید امیال اصلا نمیفهمین که از کدام زبان است، از کدام ولایت است، از کدام منطقه افغانستان است، لیکن اونمو دوست و رفیق شما هستن.
در بین خود ما افغانا این مسئله است، لیکن این رهبرا با دامن زدن مسائل زبانی، مسائل ملیت، اینا از ما استفاده میکنن. سو در آخر روز بازم یک مسئله رو من میخوام که یادآوری بکنم هموطنان عزیز، دیگر ادامه بازی خوردن نتیم. یعنی امی انگلیس های اگر میگن میگن fool me once shame on you، fool me twice shame on me. اگر یک بار مرا بازی دادی شرم بالای تو، لیکن اگر دو بار مرا بازی دادی شرم بالای من. و ما بارهاست که بازی خورده میریم. به هر صورت من نمیخوایم که بیشتر از این زیاد وقت شما عزیزا را بگیرم. یک مسئله دیگر را میخوایم یادآوری بکنم. خانمایی که فعلا همی لحظه در داخل افغانستان در برابر سلا، در برابر اشخاصی که اصلا در وجودشان انسانیت نیست، همی لحظه استارگی میکنن، او از زیاد مردای داخل افغانستان که در میال بر من مردتر و شجاعتر هستن. اونمو اشخاصی هستن که اگر امکان داشته باشه آینده افغانستان جور میکنن. فعلا اشخاصی که به دلیل پول، به دلیل زبان، به دلیل ملیت، به تمام از این دلایل، اشخاصی که فقط خاموشی اختیار کردن، در گوشه نشستن، او اشخاص این ذلیل بودن در گور خود میبرن. و در اخیر روز اینمی خانمای کمیال شجاعانه استارگی میکنن، زندگی خود در خطر مندازن. اینمی خانما هستن که اگر آینده بر افغانستان جور کرده بتانن. و شما میبینین که مثلا حکومتی که در اونجا اعلان میشه یک خانم در اون لست نیست. و یک پوینت دیگره که من همینجا یکی دو کامنت خواندم که شما فرار کردین. عجب مردم هستین. رئیس جمهور قبل از ما رفت، وزیر دفاع قبل از ما رفت، وزیر داخله قبل از ما رفت. هر کسی که شما در دولت، در حکومت میشناسین، اونا از افغانستان بیرون شدن. ما حتی بعد از آمدن طالبان در داخل افغانستان بودیم. تا آخری لحظه ما کوشش کردیم که در داخل افغانستان باشیم. بزرگترین سرمایه گذاری زندگی ما را تا هر توان ما که تانستیم در داخل افغانستان کردیم، که یک مغازه باز کردیم، یک چند نفر ما در کار گرفتیم. ما کوشش انسانی خود را کردیم. هر شخصی که امی لحظه این مسئله را دامن میزنن که فرار کردیم، شماها از گوشه های راحت و آرام و بیغیرتتان صحبت میکنین. شما اشخاصی هستین که اصلا خودتان در زندگی بر افغانستان یک قدم کار نکردین، یک کار انسانی بر افغانستان نکردین. و این اگر عقل ندارین که اگر مثل بانواریانا یک شخص به دست این حیوانات وحشی مفتاد، اونا ازش یک مثال جور میکردن تا که هیچ زن دیگه سر خود بلند نکنن. سو اشخاصی که مسئله را میگه go to hell. ما برای خود ادامه میتیم، ما کار خود را که در زندگی وظیفه که داریم با او ادامه میتیم. لیکن اشخاصی که منفی اندیش هستن، بجز از مرداری در کمیونیتی ما شما هیچ چیزی ناوردیم، بجز از توهین، بجز از کلمات زشت، بجز از معلوم کردن اصلیت فامیلتان، شما در کمیونیتی ما هیچ کاری نکردیم. فقط دو یاد دارین، دشنام یاد دارین و کوچک بودن خود و فامیل و پدر و مادرتان را نشان داده میتونین. So you know what? Go to hell. به هر صورت من صحبتم بیشتر بالا ازی بود که دیگه ازی بیشتر بازی رهبرایی که از ماها استفاده میکنن نخورین. و خانمایی که امی لحظه سر بلند میکنین، خانمایی که امی لحظه از آزادی انسانی دفاع میکنین، خانمایی که امی لحظه آماده هستن که کشته شون لیکن نمیخواین دوباره در چهاردیواری خانه خود بندی شون، رسپکت. قهرمان واقعی شما هستین. مرد یک کلمه نیست، یک صفت هست. مردای واقعی، شجاع واقعی شما هستین. و تو فلانت
به آن شخصی که به نام زبان، به نام ملیت، به نام مذهب که ای شیعه و ای سونی و غیره و غیره ما را نوز هم از همدیگر دور میکنه. تو فلانت به اونا. بر صورت ما زندگی کردیم، ما او لحظات